بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام و درود بر شما بینندگان عزیز. من عمار حسینی با خبر شبانگاهی از استودیوی خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در خدمت شما بینندگان محترم هستم. با هم بپردازیم به سرخط خبرهای امشب. تایید خبر ترور سید حسن نصرالله در حملات اسرائیل. مساجد بریتانیا در روز بازدید از مساجد دربهای خود را به روی عموم برای شناخت بهتر اسلام می گشایند. افزایش اعدام ها در آمریکا، دومین اعدام با گاز نیتروژن اجرا شد. و سفر پاپ فرانسیس به بلژیک، تاکید بر ضرورت عدالت برای قربانیان سوء استفاده های اخلاقی. وقت شما بخیر. منابع رسمی حزب الله لبنان خبر شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله را تایید کردند. این حادثه در پی حملات هوایی سنگین اسرائیل به جنوب لبنان رخ داد. هدف اصلی این حملات ضربه زدن به زیرساخت‌های نظامی حزب الله اعلام شده بود که در نتیجه آن سید حسن نصرالله و چندین فرمانده ارشد حزب الله هدف حمله موفقیت‌آمیز اسرائیل قرار گرفتند. انتشار خبر ترور سید حسن نصرالله واکنش‌های گسترده‌ای در منطقه و جهان تاکنون به همراه داشته است. تحلیلگران معتقدند این رخداد می‌تواند منجر به تشدید تنش‌ها و گسترش درگیری‌های نظامی شود. در همین حال بسیاری از کشورها از جمله اعضای گروه 7 نگرانی خود را از افزایش احتمال جنگ منطقه‌ای ابراز داشتند. در میان هزاران نفر از ساکنان جنوب لبنان به دلیل شدت حملات اسرائیل مجبور به ترک منازل خود شدند. سازمان ملل و بسیاری از کشورها خواستار توقف فوری این حملات و حفاظت از غیر نظامیان شدند. این ترور به افزایش تنش‌های سیاسی و نظامی در منطقه دامن زده و احتمال شعله ورتر شدن دامنه جنگ را افزایش داده است. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن، و از او در رابطه با آینده حزب الله لبنان و شرایط منطقه پس از سید حسن نصرالله پرسیدم. پاسخ دکتر ابراهیم روشندل را با هم ببینیم و بشنویم. ضمن عرض سلام و درود خدمت شما و مخاطبین خوب برنامه‌تون، با توجه به سوالی که مطرح کردید، پیامدهای کشته شدن سید حسن نصرالله، باید عرض کنم که این مسئله در سه بعد داخلی، منطقی و بین‌المللی در ابتدا قابل تحلیل هست. در بعد داخلی که مربوط به اوضاع داخلی لبنان میشه، طبیعتاً گروه حزب الله همواره به عنوان یکی از موانع گذار به سمت ایجاد دولت مستقل در لبنان مطرح میشد و تلاش‌هایی که از طرف احزاب مختلف و نهادهای دیگری مثل پارلمان لبنان همواره تلاش میکردن، به ویژه آقای نبیه بری، که یک تعادلی بین دیدگاه های تند حزب الله و دولت قانونی لبنان داشته باشن. من به نظرم میاد که در داخل لبنان ما شاهد بروز یک ثبات سیاسی در نحوه شکلی یک دولت مستقل ملی خواهیم شد. در عرصه منطقه خوب همه کشورهای پیرامون منطقه کاملا مطلع هستند که سید حسن نصرالله قربان یک عامل نیابتی از طرف جمهوری اسلامی بوده و همواره تلاش میکرد که بخشی از معادله قدرتسازی جمهوری اسلامی بشه. کشته شدن نصرالله قربان میشه با بزرگترین بازوی اجرایی نظامی جمهوری اسلامی در منطقه موجب بروز یک سری تنش ها خواهد شد. و اینکه ما این ارزیابی رو داشته باشیم که کشورهای منطقه چه واکنشی نشون خواهند داد، طبیعتا سایر گروه های نیابتی هم من فکر میکنم که به همون
سرنوشت دچار خواهند شد، مگر اینکه معادلات جدیدی رو در عرصه تصمیم گیری مقامات جمهوری اسلامی ما شاهد باشیم که من بعد از اشاره به ابعاد بین المللی این مسئله مطرح خواهم کرد. در بخش بین المللی طبیعتاً با توجه به نگاه های تندی که از طرف جامعه بین الملل نسبت به تشدید تنش ها از سوی جمهوری اسلامی در منطقه مشاهده هستیم و اسرائیل همواره تلاش میکنه که یک ائتلاف قدرتمند رو در مقابل جمهوری اسلامی بسازه، طبیعتاً این روند شتاب بیشتری خواهد گرفت. ولی اگر برگردیم به اون چیزی را که در داخل جمهوری اسلامی وجود داره نسبت به تبعات کشتن سید حسن نصرالله، بسیار ابعاد مهمتری رو باید بهش اشاره کنیم و اون همینه که با توجه به فرایند سکوت استراتژیک یا سکوت مصلحتی خامنه‌ای در قبال فعالیت‌های گروه‌های نیابتی به ویژه حزب الله در منطقه، من تصورم این هست که قربانیانی که از داخل جریان‌های نظامی ایران به ویژه سپاه ما در منطقه داشتیم، به ویژه در لبنان، این باعث بروز یک شتاب فزاینده از طرف بخش نظامی در داخل کشور و فشار به آقای خامنه‌ای برای خارج شدن از لاک دفاعی بشه. این اثر منفیش رو که میتونه بسیار خطرناک باشه در این بخش خواهد گذاشت که برخی از گروه های دیگر نیابتی دیگر یا سر خود عمل کنن یا مبتنی بر نظرات هژمونی ساز سپاه در خارج از کشور عمل کنن. بنابراین ما شاهد بروز یا تشدید فضای امنیتی نظامی در لایه های قدرت در جمهوری اسلامی خواهیم شد و من تصورم این هست در مراحل نهایی که آقای پزشکیان که با هدف معرفی دکترین سیاسی جدید خود که به آمریکا سفر کرده بود، در این مسیر دچار چالش هایی خواهد شد که بتونه این تعادل رو دوباره به نفع خودش برقرار بکنه، چرا که بعد از کشته شدن سید حسن نصرالله و احتمال تداوم سکوت آقای خامنه‌ای برای انتقام، ما شاهد بروز یک اختلافات جدی بین جمهوری دولت آقای پزشکیان و مقامات نظامی و سپاه خواهیم شد. خیلی ممنون. با تشکر از دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن، که دعوت ما را پیرامون این خبر پذیرفتند. بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان سوری اعلام کرد با تشدید درگیری ها میان حزب الله و اسرائیل، بیش از 30,000 نفر از مرز لبنان وارد سوریه شدند. به گزارش رویترز، حدود 80% از کسانی که در 3 روز گذشته از مرز لبنان وارد سوریه شده اند ملیت سوری دارند و 20% از آنان نیز لبنانی هستند. عبدالامیر الشمری، وزیر کشور عراق، دیواری امنیتی به طول 60 کیلومتر در طول مرز عراق و سوریه را افتتاح کرد. در همین راستا وزارت کشور عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد وزیر کشور علاوه بر دیوار قبلی، یک دیوار 60 کیلومتری در مرز عراق و سوریه افتتاح کرد و مجموع مسافت طی شده توسط این دیوار را به 200 کیلومتر رساند. داده‌های اولیه نشان می‌دهد که خودکشی در ایالات متحده در سال گذشته در بالاترین سطح خود در تاریخ این کشور باقی مانده است. بر اساس داده‌های موقت مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری، در سال 2023 بیش از 49,300 مرد مورد و در سال 2022 حدود 49,500 مورد خودکشی در ایالات متحده گزارش شده است. نخست وزیر پاکستان در مجمع عمومی سازمان ملل از طالبان خواست که به سوی ایجاد حکومت فراگیر حرکت کند.
وی گفت پاکستان از انتظارات جامعه جهانی حمایت کرده است و اسلام آباد از طالبان می‌خواهد که به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان احترام بگذارد. درگیری‌های جدید در پایتخت سودان با حملات هوایی و حملات هواپیماهای بدون سرنشین در بحبوحه شیوع وبا تشدید شده است. ارتش سودان با هدف کنترل بخشی از پایتخت این کشور خارتوم که در دست نیروهای پشتیبان سری می باشد اقدام به درگیری‌های جدید در اطراف این شهر کرده است. نمایندگان بیش از 40 کشور از گسترش روزافزون افرادگرایی، آموزه‌های مذهبی رادیکال و تبعیض نژادی ابراز نگرانی کردند. کشورهای یاد شده در نشستی در مسکو، پایتخت روسیه، هشدار دادند که این وضعیت ممکن است به پیامدهای فاجعه بار منجر شود. روز بازدید از مساجد در بریتانیا در سال 2024 در تاریخ‌های 28 و 29 سپتامبر برگزار می‌شود. در این رویداد صدها مسجد در سراسر کشور دربهای خود را به روی عموم باز می‌کنند تا فرصتی برای شناخت بهتر اسلام و برقراری ارتباطات میان جوامع مختلف فراهم شود. این برنامه که توسط شورای مسلمانان بریتانیا برگزار می شود با هدف ایجاد پل‌های ارتباطی و تقویت همبستگی بین جوامع مختلف و با هدف کاهش سوء استفاده ها و کلیشه های منفی درباره مسلمانان طراحی شده است. بازدید کنندگان در این رویداد می توانند از بخش های مختلف مساجد بازدید کنند، با نماز و آداب اسلامی آشنا شوند و در جلسات پرسش و پاسخ شرکت کنند. همچنین فعالیت‌هایی مانند نمایشگاه‌های فرهنگی، خوشنویسی و هنر حنا برای میهمانان تدارک دیده شده است. این رویداد به دنبال آن است که کلیشه‌های منفی درباره مسلمانان را کاهش دهد و فضایی برای گفتگو و درک متقابل فراهم کند. برگزار کنندگان بر اهمیت گفتگو و تعامل میان ادیان و فرهنگ‌ها تأکید دارند و بر این باورند که چنین رویدادهایی می‌تواند به تقویت همبستگی اجتماعی کمک کند. این برنامه به ویژه در شرایط کنونی پس از ناآرامی‌های اخیر اهمیت بیشتری پیدا کرده است و به عنوان فرصتی برای تقویت شناخت و ترویج صلح معرفی می‌شود. اجرای احکام اعدام در آمریکا به تازگی افزایش یافته و در تازه‌ترین مورد آلن یوجن میلر محکوم به قتل در ایالت آلاباما با استفاده از گاز نیتروژن اعدام شد. این دومین اعدام با این روش جدید در آمریکا است و نشان دهنده روند رو به افزایش اعدام‌ها در سال‌های اخیر به ویژه در ایالت‌های جنوبی این کشور است. همکارم در گزارش خود به این موضوع پرداخته که با هم می‌بینیم. در ایالت آلاباما آمریکا، آلن یوجین میلر 59 ساله به جرم قتل 3 نفر از همکارانش در سال 1999 با استفاده از گاز نیتروژن اعدام شد. این دومین اعدام در آمریکا است که با این روش جدید انجام می‌شود. اعدام میلر پنجمین اعدام طی یک هفته اخیر در ایالات متحده و 18مین اعدام در سال 2024 است. این آمار در حالی افزایش یافته که در 3 ماه پایانی سال 7 اعدام دیگر نیز برنامه ریزی شده است. بنابر گزارش مرکز اطلاعات مجازات اعدام DPIC از سال 1976 که دادگاه عالی آمریکا مجازات اعدام را دوباره در سیستم قضایی این کشور برقرار کرد، تا کنون بیش از 1600 نفر اعدام شدند. این آمار بیانگر تداوم اجرای مجازات اعدام در ایالات متحده با وجود کاهش آن در برخی دوره هاست. افزایش اعدام‌ها در آمریکا طی سال‌های اخیر به ویژه در ایالت‌های تگزاس، میسوری، آلاباما و فلوریدا مشهود است. در سال 2022 میلادی 18 نفر در آمریکا اعدام شدند، در حالی که این رقم در سال 2021 فقط 11 نفر بود.
با این حال در سال جاری تا کنون 24 نفر اعدام شدند. استفاده از گاز نیتروژن به عنوان روشی جدید برای اعدام بحث‌های بسیاری در مورد انسانی بودن این روش و تأثیرات احتمالی آن بر محکومین به وجود آورده است. در همین راستا مدافعان حقوق بشر نگرانی هایی درباره افزایش استفاده از این روش و نقض حقوق متهمان مطرح کردند. پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک در سفر خود به بلژیک با انتقاد نخست وزیر این کشور الکساندر دیکرو در خصوص سوء استفاده های اخلاقی در کلیسای کاتولیک روبرو شد. دیکرو در مراسم استقبال از پاپ در کاخ لینکن بروکسل خواستار اقدامات مؤثر برای بررسی و رسیدگی به این رسوایی ها شد و تاکید کرد که صرف گفتن برخی از کلمات کافی نیست و عدالت باید برای قربانیان برقرار شود. وی همچنین بر لزوم در اولویت قرار دادن کرامت انسانی تاکید کرد. پاپ در واکنش به انتقادات و سوء استفاده های اخلاقی صورت گرفته در کلیسا را مایه ننگ خواند و خواستار طلب بخشش و مسئولیت پذیری کلیسا شد. وی خاطر نشان کرده که کلیسا باید از وقایع گذشته درس بگیرد و برای جلوگیری از تکرار آنها تلاش کند. این سفر که به مناسبت جشن 600 سالگی دانشگاه کاتولیک در لوون صورت می‌گیرد، فرصتی برای پاپ فراهم می‌آورد تا با قربانیان سوء استفاده‌های اخلاقی نیز دیدار کند و صدای آنها را بشنود. پاپ تا روز یکشنبه در بلژیک خواهد بود و اختتامیه سفر با برگزاری یک مراسم مذهبی در استادیوم بروکسل همراه خواهد بود. گزارش جدیدی نشان می‌دهد که قوانین نژادپرستانه بریتانیا در دهه‌های گذشته منجر به اخراج ناعادلانه هزاران مهاجر سیاه‌پوست کارائیبی شده است. این در حالی است که بر اساس تعالیم اسلام هر گونه تبعیض نژادی و قومیتی به شدت محکوم بوده و تمامی انسان‌ها برابر و محترم شمرده می‌شود. همکارم در گزارش خود به این موضوع پرداخته که با هم می‌بینیم. گزارشی که به تازگی منتشر شده است نشان می‌دهد که سیاست‌های مهاجرتی نژادپرستانه بریتانیا بین سال‌های 1950 تا 1981 باعث اخراج و بازداشت ناعادلانه هزاران مهاجر کارائیبی شده است. این گزارش که به عنوان رسوایی ویندوراش شناخته می‌شود، به دلیل تأثیرات گسترده خود اعتبار نخست وزیر سابق بریتانیا ترزا می را به چالش کشید. ترزا می در دوران وزارت کشور اقدامات سختگیرانه ای برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی اتخاذ کرده بود. در این بازه زمانی صدها هزار نفر از پناهجویان کارائیبی به بریتانیا آمدند تا به رفع کمبود نیروی کار پس از جنگ جهانی دوم کمک کنند. با این حال سیاست‌های مهاجرتی سختگیرانه دهه‌های بعدی موجب شد که بسیاری از این مهاجران علاوه بر زندگی چند ده ساله در بریتانیا از حقوق اولیه خود محروم شوند و ده ها نفر به ناحق اخراج گردند. بر اساس این گزارش تمام قوانین مهاجرتی و شهروندی تصویب شده بین سال‌های 1950 تا 1981 با هدف کاهش تعداد سیاه‌پوستانی بود که اجازه اقامت و کار در بریتانیا را داشتند. به طور خاص قوانینی که در سال‌های 1962، 1968 و 1971 تصویب شد به منظور کاهش نسبت جمعیتی افراد غیر سفیدپوست در بریتانیا طراحی شده بود. این گزارش همچنین تأکید می‌کند که سیاست‌های نژادی و مهاجرتی در بریتانیا به مرور زمان به هم پیوند خوردند و نژادپرستی عمیق ریشه‌ای را در سیاست‌های این کشور نمایان کردند. دولت بریتانیا در سال 2018 مجبور شد بابت این رفتار ناعادلانه از مهاجران کارائیبی عذرخواهی کند و وعده جبران خسارت برای برخی از آنها را بدهد. این در حالی است که بر اساس آموزه‌های دین اسلام هر گونه تبعیض بر اساس رنگ، نژاد و قومیت به شدت محکوم شده است.
اسلام تأکید دارد که همه انسان‌ها در برابر خدای متعال برابرند و تفاوت‌های ظاهری هیچ تأثیری بر کرامت و ارزش انسان‌ها ندارد. قرآن کریم در سوره حجرات می‌فرماید: ای مردم، ما شما را از مرد و زن آفریدیم و شما را ملت‌ها و قبیله‌های گوناگون قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید. همانا گرامی ترین شما نزد خداوند با تقوا ترین شماست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز در خطبه مشهور حجت الوداع بر این اصل تاکید کرده و فرمودند: هیچ برتری برای عرب نسبت به عجم و برای سفید نسبت به سیاه مگر بر اساس تقوا نیست. بر اساس این آموزه ها اسلام همواره بر برابری و برادری میان انسان ها فارغ از رنگ و نژاد تأکید داشته و تبعیض های نژادی را پدیده ای مذموم و مخالف اصول انسانی و اخلاقی معرفی کرده است. در انتخابات روز چهارشنبه 25 سپتامبر 2024 در منطقه جامو و کشمیر تحت کنترل هند، بیش از 56% از واجدین شرایط در دومین مرحله از انتخابات سه مرحله‌ای حضور یافتند. این نخستین انتخابات منطقه‌ای در 10 سال اخیر است که پس از لغو خودمختاری این منطقه در سال 2019 توسط دولت نارندرا مودی برگزار می‌شود. بیش از 2.5 میلیون نفر واجد شرایط شرکت در این انتخابات بودند که 239 نامزد برای 26 کرسی مجلس رغبت کردند. به رغم تدابیر امنیتی شدید، برخی برخوردهای جزئی در حوزه‌های رأی‌گیری گزارش شد، اما نیاز به برگزاری مجدداً یا مجدد انتخابات در هیچ یک از مناطق وجود نداشت. بسیاری از شهروندان محلی انتخابات را فرصتی برای ارسال پیام اعتراض به دولت هند می‌دانند. احزاب منطقه‌ای همچنان به رقابت با یکدیگر ادامه می‌دهند، در حالی که بسیاری از رای دهندگان از سردرگمی در مورد حمایت از انتخابات حزب یا نامزد مطلوب شکایت دارند. مرحله سوم این انتخابات در اول اکتبر 2024 برگزار خواهد شد. صدها پناهجوی قومی چینی از میانمار که به مالزی پناه آورده‌اند در اعتراض به بدرفتاری آژانس پناهندگان سازمان ملل UNHCR تجمع کردند. این پناهجویان که بیشتر آنها مسیحی هستند، سازمان ملل را به عدم ارائه حمایت‌های لازم و طولانی کردن فرایند ثبت نام متقاضیان پناهندگی متهم کردند. بر اساس گزارش‌ها، حدود 27,000 نفر از قوم چین در مالزی به عنوان پناهجو ثبت شده اند، اما بسیاری از آنان بدون مدارک UNHCR هستند و در خطر دستگیری قرار دارند. به گفته جیمز باول سانگبی که رئیس ائتلاف پناهجویان چین، برخی از پناهجویانی که از سرکوب نظامی میانمار فرار کرده اند همچنان در بازداشت به سر میبرند و ممکن است در صورت بازگشت به کشورشان با خطر جدی مواجه شوند. در پاسخ به این اعتراضات، UNHCR اعلام کرده که تمام تلاش خود را برای حمایت از پناهجویان در مالزی به کار میگیرد، اما این پناهجویان همچنان از عدم حمایت‌های کافی، محرومیت از مدارک و مشکلات مربوط به درمان شکایت دارند. و خبر پایانی امشب، همزمان با تشدید بحران بشری در افغانستان، دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا از کاهش بودجه برای رسیدگی به نیازمندان در این کشور ابراز نگرانی کرده و گفته که کاهش این کمک‌ها جان میلیون‌ها نفر را با خطر مواجه خواهد کرد. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد می‌گوید که با گذشت هر روز فقر و گرسنگی در میان مردم افغانستان گسترش یافته و 80% خانواده‌ها روزانه کمتر از $1 در ازای هر عضو خانواده درآمد دارند. اوچا با انتشار گزارشی گفته که اکنون 23 میلیون نفر در این کشور به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و در حال حاضر این کشور با سطوح بالای ناامنی غذایی،
افزایش موارد سوء تغذیه، آلودگی گسترده مهمات انفجاری، شیوع بیماری‌های فصلی، حوادث طبیعی و اثرات تغییرات اقلیمی روبروست. به گفته اوچا، کمبود بودجه برنامه‌های حیاتی نجات بخش را به شدت تحت تأثیر قرار داده و منجر به کاهش یا توقف خدمات اساسی شده است. اوچا می افزاید که بیش از 180 مرکز بهداشتی ثابت و سیار که به بیش از 2 میلیون نفر در مناطق کمتر توسعه یافته افغانستان خدمات ارائه می کنند متوقف شدند. همچنین 150 تیم بهداشتی و تغذیه سیار تعطیل شده و 40 تیم دیگر نیز در معرض خطر تعطیلی قرار دارند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تایید خبر ترور سید حسن نصرالله در حملات اسرائیل. مساجد بریتانیا در روز بازدید از مساجد دربهای خود را به روی عموم برای شناخت بهتر اسلام می گشاید. افزایش اعدام ها در آمریکا، دومین اعدام با گاز نیتروژن اجرا شد. سفر پاپ فرانسیس به بلژیک، تاکید بر ضرورت عدالت برای قربانیان سوء استفاده های اخلاقی. اخراج های ناعادلانه مهاجران سیاه‌پوست بر اساس قوانین نژاد پرستانه بریتانیا. حضور بیش از 50% در انتخابات جامو و کشمیر. پناهجویان قومی چینی در مالزی، آژانس پناهندگان سازمان ملل را به بدرفتاری متهم کردند. و هشدار سازمان ملل از کاهش بودجه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان. عزیزان بیننده، از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید سپاسگزاریم. اللهم اجل ولیک الفرج یا علی، خدایار و نگهدارتون.